خانم هما نتگ، سوال آخرم از شما راجع به موضوع حقوق زنان است که من چند وقت پیش یک مقاله ای از شما خوندم. من میدونم که شما خیلی مهمی، حتما مثل هر مرد و یا هر زن دیگه با من خیلی بد خواهید شد. من اگر به شما بگم که من مطلقا نه تنها مردها و زنها رو برابر نمیدونم، بنابراین به این برابری سوری مطلقا اعتقاد ندارم. من مطلقا به این که سوری حقوق زنان روی کاغذ بیاد و روی نمیدونم بگم ما برابر هم، من اصلا به اینا اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم برابری زن و مرد در یک دگرگونی اجتماعی امکان پذیره و در یک دگرگونی اجتماعی که خلاصه این آگاهی ها همونجور که به سایر اقشار برده میشه به قشر زن هم برده بشه. من نمیخوام از شما جدا بشه حقوق مبارزم، من دلم میخواد اتفاقا از اون آگاهی شما که تو خیابون تونستی بچگی بازی کنی، با دوچرخه در رفتی، با سازندگی آشنا شدی، دستت به کار رفته، آزاد بودی، از این آزادی که تو تجربهشو داری من میخوام از اون بهره بگیرم. من میخوام در کنار شما باشم. یعنی من اونجایی که از حرفای شما میفهمم، اگر قرار بشه که افراد یه جامعه حقوقشون رو به دست بیارن، این به صورت دست جمعی خواهد بود، اینا نه به عنوان اینکه زن حقوقش جدا از مرد به دست بیاره برای مبارزه. نمیده همون جوری که مردم دیگه روی صف اعتراض میکنن، زنام در اون اعتراض اینو شرکتی دارن که تبدیل میشه به اینکه حاضر نمیشه که رو سری بزنه سرش. من فکر میکنم که زن دو بار باید عصیان بکنه. اگه شما یک بار عصیان میکنین علیه نظم اجتماعی، زن دو عصیان داره، یکی علیه وجود خودش، مطیع خانواده، مطیع پدر، مطیع شوهر، مطیع فرزند پسر، که اینا اصلا اینو ساخته. یه بار باید علیه خودش عصیان بکنه و یک بار دیگه در یه عصیان اجتماعی شریک بشه. یعنی دو عصیان در یک زن.